was funny. خوش آمدید به برنامه ما Our View. Our View با خانم دکتر فوجان زینی. خانم سوزی خاتمی. Happy birthday. متولد هر دومون تو همین تاریخ ها بوده. من که 3 نوامبر، شما که 18 اکتبر. وقت نداشتیم تازه با هم رفتیم. سلبریت کردیم با هم بعد یه رستوران مکزیکی رفته بودیم تا گفتیم تولد هر دومون هست خلاصه کلاه برامون آوردن و جیغ و فریاد و آهنگ خوندن و شعر خوندن و خیلی خوب بود خوش گذشت انشالله که با همه شماها عزیزان سلبریت بکنیم و هر سالی که جلوتر میره پیرتر که نمیشه جلوتر میره اخلاقمون بهتر باشه قیافمون بهتر باشه سلامتمون بهتر باشه همچنین هم در کنار شما باشیم و با شما سلبریت کنیم در حال خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در کنار شما هستم و برای بیننده های خوبون برنامه داریم ولی خیلی I'm frustrated with all I heard last night با خودم امروز صبح داشتم فکر میکردم خانم دکتر زینی که تو این نیم قرن زندگی چقدر ما بالا پایین های سیاسی رو تجربه کردیم یعنی چی؟ What does that mean؟ هر جا میریم چرا اینطوری میشه؟ What's going on؟ خیلی جالب بود تجربه من اول شوک بسیار زیاد خاطر اینکه با یک نتیجه دیگه ای که دلم میخواست به وجود بیاد داشتم اون شب رو شروع کردیم و داشتیم نگاه میکردیم و بعد تمام سالیان سال که من آخه دفعه قبلم که هیلاری میخواست بهش داشت بار میکنم برای پرزیدنسی من به بازم رایدم این دومین بار بودش که من خیلی خیلی حالا شما خیلی شده بودم I really feel defeat و خیلی جالب بود برام با اینکه شوک بسیار زیاد بودم امروز صبح که اخواب بیدار شدم سوزی جان داشتم تمام تصمیمای زندگی خودم رو علامت سوال میذاشتم که من توی واقعیت دیگه دارم زندگی میکنم که یه سری چیزها رو دلم میخواد و نمیشه و بعد یک دفعه برای من بعد از اینکه حالا گریام کردم ناراحت هم شدم شوکم شدم بعد یک دفعه برای من این مسئله پیش اومد که خب دموکراسی یعنی این در حقیقت یعنی اینی که من حاضر باشم که وقتی میبینیم که 50% 50 خورده‌ای درصد رأی دارن به عنوان کسی که دلشون میخواد کسی دیگه باشه یه دوستانی هستن که دور بر خودمون هستن و عقیدهشون متفاوته که بتونم با اینی که عقیده من شبیه اونها نیست درک بکنم و این شانس رو بدم و حتی یک از صحبتی که هیلاری امروز میگفت میگفتش که we owe it to him که اگر گروه بسیار زیادی از اشخاص این مملکت دوست داشتن و به اون رأی دادن که ما هم این شانس رو به این شخص بدیم که نشون بده که واقعا شاید پرزیدنت خوبیش واقعا هم دموکراسی واقعی یعنی همین که آدم فقط نظر خودش نباشه که اون رو قبول بکنه بلکه آماده باشه و پذیرای نظر دیگران هم باشه ولی خیلی ها وقتی که میبینیم از جهت درصدی و پرسنتج واقعا خیلی اینا با هم نزدیک بودن خب خیلی برای همه واقعا من نمیدونم که شکارم. کی بهشون رأی داده چون از دیشب تا با هر کی رفت میزدم همه دی فیل لایک می سو نمیدونم ام آی دریمینگ اور منم همین رو فکر کردم بعد دیدم خب ببین آخه ما معمولا با کسانی رفت آمد میکنیم که یک مقدار افکارشون و احساساتشون شبیه ماست و بعد یه چیز خیلی جالبی رو من دقت کردم که توی پوزم دیشب توی اخبارم میگفت میگفتش این جالبه که کسانی به خاطر حرفایی که ترامپ زده بود خیلی از خجالت میکشیدن که بگن من سپورت بهش رای بدم در نتیجه they were called closet voters که یواشکی ممکن بود برن اونجا خودشون رای بدن ولی در ملأ عام روشون نمیشد که با حرفایی که این زده و بخوان برگردن بگن که اون هست و خب اون رو باز میدیدیم که جالبه که هر صورت به نظر میاد که یک مواردی رو داشته که بسیاری از اشخاص دوست داشتن و بهش رأی دادن هر صورت به کسانی که بهش رأی دادن تبریک میگیم به کسانی که در امریکا هستن تبریک میگیم برای انتخاب رئیس جمهورشون و من خیلی خیلی به خاطر خود اینی که دوست داشتم که یک زن پرزیدنت امریکا بشه و اون فضا تغییر پیدا بکنه و اون سختی که گذاشته شده شکسته بشه تأسف میخورم برای مسئله حالا شاید 4 سال دیگه دیگه 4 سال انشالله چشم هم بزنیم تموم میشه خوشحالم که زنان بسیار بسیار موفقی در تمام قسمت‌های دنیا هستن حالا به امریکا نرسیده It's okay. بالاخره در بقیه قسمت‌های دنیا زنانی هستن که جزء لیدرها هستن. سوزی جان در ضمن این یک شنبه توی واشنگتن دی سی Iranian American Women's Foundation دوباره یک دونه کانفرنس دارن در اینجا عزیزان IAW Foundation
iawfoundation.org تشریف ببرید. اگر مهم هستید تو واشنگتن دی سی هستید و میتونید این یک شنبه در کنار ما باشید، خوشحال میشم که باشید. من اونجا هستم در یک از پنل ها Breaking Taboos و خب زنان بسیار بسیار موفق. درسته، چقدر خوب شد شما گفتین. البته چون شما خودتون تو پنل هستین صحبت میکنین، شاید مقدار براتون سخت بشه تعریف بکنین، بذارین من که اونجا بودم تعریف بکنم، ولی واقعا برنامه فوق العاده عالی. از من حتما پیشنهاد میکنم که اگر به این کنفرانس تا به حال نرفتین حتما وقت بگذارید. اگر در واشنگتن یا هومه هستین قرار بذارید برید، یک روز بسیار خوبی هست با خیلی از خانم های موفق ایرانی آمریکایی در جامعه آمریکا آشنا میشید که واقعا شناختن تک تک این عزیزان ارزش داره که یک روزو در کنارشون باشید. دوست خوبمون هم که خانم دکتر فوجان زینی هم اونجا هستن، حضور دارن و گفتگوی دارن که البته پارتی بازی نباشه، من در سمینار فوجان جون بودم، آف کورس نو نید تو اسک وای، ولی به هر حال همه سمینارها خانم هایی که هستن همشون واقعا صحبت های قشنگی میکنن و شنیدنش رو بهتون پیشنهاد میکنم. یک خانم موفق دیگه که در کنار من نشسته یک کار خیلی 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 زیبایی هم دارن انجام میدن، توی درایف. Thank you so much for mentioning that. دوستان عزیز، هر سال نزدیک تعطیلات که میشه من برای بیمارستان Mattel Children's Hospital یه سری اسباب بازی رو فراهم میکنم با دوستان شنونده بیننده علاقه‌مندانی که دوست دارن در این ایام به بچه‌ها به هر حال خوشحالشون بکنن، دلشون رو شاد بکنن. اسباب بازی‌ها رو میارن به محلی که امسال این محل رادیو همراه با من لطف کردن، همکاری کردن در این پروژه و رادیو همراه رو اجازه دادن که ما استفاده بکنیم به عنوان آدرسی که دوستان میتونن از بازی هایی که نو فقط لطفاً باید باشه و بسته بندی هم نشه، برای که هاسپیتال استاف باید اینا رو ببینن چی هست که به سنینه که مناسب هست این از بازی ها رو بدن. اگر دوست دارید در این پروژه توی درایو شرکت بکنید، بچه‌های Mattel Children's Hospital رو بسیار خوشحال می‌کنید. از بازی‌هاتون هم می‌تونید محبت کنید. بین ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه از حالا تا 12 دسامبر هم فرصت دارید که اسباب بازی‌تون رو لطف کنید بیارید. من هم اینها رو با دکتر فرید هلاکویی می‌بریم به بیمارستان و تحویل استاف بیمارستان می‌دیم که به بچه‌ها در ایام تعطیلات اینها رو هدیه بکنیم. خیلی خیلی خوشحال خواهند شد. خب دیگه از موفقیت خودمون براتون زیاد گفتیم، لذت بردیم، حالا برسیم به موفقیت دوستانی که در کنار ما هستن و مهمان عزیزمون. خانم شعله وولپه عزیز که قرار هست تا لحظات دیگر به ما ملحق بشن، حتما با نامشون شما علاقه‌مندان به ادبیات و لیتریچر و شعر و هنر زندگی کردن از جهت خواندن و واقعا دانستن کتاب‌هایی که ما داریم به زبان فارسی و حالا خانم شعله وولپه اینها رو به زبان انگلیسی وقت گذاشتن ترجمه کردن، بسیار زیبا از شاعره خوبمون فروغ فرخزاد کتابشون رو ترجمه کردن و خیلی کتابهای دیگری رو که حالا خودشون هم شاعر گفت، خودشون هم شاعر و نویسنده هستن. کتاب شعر خودشون Rooftops of Tehran مال خودشونه، اشعار خودشون هست. Keeping Time with Blue Hyacinth کتاب خودشونه که اشعار خودشونه، بسیار خوبه با هنری هستن. The Scar Saloon باز اشعار خودشونه به انگلیسی. The Forbidden این مال کسانیه که ادیت شده بهتر از طرف ایشون، ولی اشعاری که از ایران آمده و کسانی که در اکسایل هستن. Breaking the Jaws of Silence 60 American Poets Speak to the World ادیت شده از طرف ایشون. و فروغ فرخزاد که داشته میفرمودید، سن اشعار فروغ فرخزاد رو ترجمه کردن و آخرین کارشون شوخی نداره، کار عطار رو ترجمه کردن. واقعا دیدنی و خواندنی هست. The Conference of the Birds ترجمه ایشون از اشعار عطار. در نتیجه با ما باشید و تا چند لحظه دیگر با خانم شعله وولپه خواهیم تا به رمان ما به نویسندگی مهناز عطارها و دکتر فوجان زینی. ما آینه ای از زندگی من و تو. ما باز تعریفی است از خشونت، عشق و احترام. ما نوری است به زوایای پنهان و ناگفته رابطه. ما
عبور از تاریکی و تنهایی است به روشنایی و جمع. برای سفارش از وبسایت foojan.com دیدن فرمایید یا با تلفن 818-451-4-0 تماس حاصل فرمایید. سوزی و سم در کولد وول بانکر، نماینده خرید و فروش هر گونه املاک مسکونی و تجاری در جنوب کالیفرنیا. همکنون من سوزی خاتمی و سم شار به عنوان ریلتور می توانیم در خرید و فروش خانه های مسکونی و تجاری در خدمت شما باشیم. From our family to yours, let us help you sell or buy your dream home. شماره تماس 310-499-8420. Once in a while I'm catch میکنیم. با سلام به شما عزیزان دوباره برگشتیم. خوشحالیم که با شما هستیم و مهمان عزیزمون که دعوت ما رو قبول کردن و به ما پیوستن. سلام شدید. سلام. سلام شما. مرسی. مرسی. چه لباس قشنگی هم پوشیدن. اولا ایشون غیر از اینه که شاعره بسیار بسیار عالی هستن، دستپختشون هم خیلی زیبا، خونه بسیار زیبا و دکوریشن بسیار زیبا، ولی بهتر از هر چیزی دستپخت خیلی خیلی عالی هم دارم. هنوز ویژیتریان توی زیر زبون من مزرد خب بله. این حرف میزنم که دوباره دعوت کنم. گشتم اونها. آره. به شخصایی که تیوی میام این موقع نهار نمیخورم. فقط یه صبحانه کوچیک تا برسم اینجا. الان اسم غذا که من گوشتم. گرسنه‌تون میشه. البته این طرف های رستوران های ایرانی زیاد هستش که بس. پختای خیلی خوب دارم. نه مال شما رو ترجیح. ولی میدونین غذا جزء زیبایی زندگیه. آدم هر جای دنیا که باشه بتونه از غذاش لذت ببره مثل شعر میمونه. دیگه کسی که هنرمند مثل شما از هر پنجهش یه هنری میباره. من نمیدونم شما کی وقت میکنین آشپزی هم بکنین در این کتابای خوشگلتون هم که آماده میکنین چه ترجمه چه اشعار خودتون. ولی it's great to have you. مرسی. خیلی متشکرم. خب اگه لطف کنین راجع به پروژه های خودتون من دفعه اولی که با شما آشنا شدم در اتفاقا کنفرانس ایرانین امریکن وومنز لیدرشپ بود که با هم آشنا شدیم و راجع به کتاباتون داشتیم صحبت میکردیم و میدونم حتی داشتین تئاتر می‌نوشتین، سکرین پلی می‌نوشتین و رنج کاری که انجام میدین چه نویسندگی چه اشعاره که خودتون می‌نویسین چه ترجمه اشعار هست خیلی زیاده از یک بُعد تا به یک بُعد دیگه و چه چیزی در شما این فضا رو به وجود میاره که اصلا انتخاب بکنیم مثلا پروژه بعدی رو چه اتفاقی میفته درون شما که دفعه it grasps you explosion خب نمیدونم من فکر میکنم وقتی یک نفر کریتیو هستش البته اول بذارین از شما اول شنوندگاتون بینندگاتون یه ذره معذرت بخوام برای اینکه حرف زدن من به فارسی به خوبی خوندن من به فارسی نیستش البته میدونیم ما که اینجا زندگی میکنیم فارسی خیلی صحبت نمیکنیم با دیگران تمرین صحبت کمتره ولی خوندنم خیلی بهتره من از بچگی علاقه به نمایشنامه ها و نوشتن و شعر و این حرف ها خیلی زیاد داشتم و همیشه عشق من این بود و نمیدونم توی شاید هر کسی که به دنیا میاد تو وجودش یک چیزی هستش و هیچ وقت من عقیده ندارم که یک آرتیست حتما باید کارش یکی باشه که فقط شعر بنویسی یا فقط داستان بنویسی یا فقط نمایشنامه بنویسی برای اینکه مثل اینه که خودتون رو بذارین توی یه دونه prison cell یک زندان و بگین فقط اینجا باید زندگی کنیم برای همین من هرچی که جلوی دستم میاد و عشق و علاقم و فکرم و روحم بهش بستگی پیدا میکنه اون رو برمیدارم و باش کار میکنم خب خیلی خوب محدودیتی ندارین برای کارهای هنریتون که خیلی جالبه هم فلکسیبل هستین هم میتونه براتون یه وقتایی هم دیگه شما رو یک جا نگه نداره بورینگ نباشه یو موو آن تو دیفرنت پروجکتس بله بله و البته وقتی که یک کاری رو شروع میکنین و میبینین که واقعا محدودیت دارین یعنی کارتون خوب نیست خب اینو ول میکنین میرین دنبال کار دیگه یک کاری که در مورد ترجمه شعر هستش من فکر میکنم به عنوان من شاعری هستم که به انگلیسی مینویسم با اینکه فارسی زبان مادریم هستش
و یک کتاب اسکارسلون تازه در اومده بود که این اولین کتاب شعر من بود و اگر که به کارگردان فرمود اینجا و توی کنفرانس بودم یک شاعر خیلی معروف امریکایی به نام گالوی کنال رفت داشت صحبت میکرد و شروع کرد در مورد فروغ فرخزاد صحبت کردم. من از صندلیم داشتم میافتادم. این فروغ فرخزاد از کجا میشناخته؟ اینگار که سالها پیش به علتی در ایران بوده و داشته کار میکرده روی شعر و اینا با فروغ فرخزاد آشنا میشه. خیلی جالب. بعد شروع کردیم با هم صحبت کردن. اون به من گفتش که تو شاعر هستی به انگلیسی می‌نویسی چرا ترجمه نمی‌کنی؟ گفتم نمی‌دونم من نمی‌دونم می‌تونم ترجمه. گفت نه باید شروع کنی و با فروغ فرخزاد شروع کن. چقدر عالی. رفتم خونه شروع کردم. البته فروغ فرخزاد و کاراشو من خوب می‌شناختم و عاشقش بودم ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که جرأت داشته باشم دست بزنم. شروع کردم و دیدم که او مای گاد کنکشنی که من با این شاعر دارم مرکه است و شروع کردم یکی بعد از دیگری یه دفعه دو سال گذشت و این کتاب سن گناه الان توی پرینت چهارمیشه. چه سالی بود این شعر جان شما؟ این سال 2007 در اومد. هارد ادیشن در اومد، یک کاور دیگه داشت، کاور آبی داشت و هارد ادیشن در اومد. هارد ادیشنش اینطوری فروخته شد. بعد رفت به ادیشن بعدی، ادیشن بعدی، ادیشن چهارمه که عکس این دفعه روش عکس فروغ فرخزاد انداختیم. و چیزی که برای من معرکه است اینه که گاهی اوقات برام نامه میاد، مثلا از یک پسر امریکایی که توی وسط این کورنفیلدا داره دهاتی، اینجا ما میگیم حالا ایران میگن دهات، مدرسه میره، دانشگاه میره، برای من مینویسه میگه که Dear Miss Wolpe، فروغ فرخزاد changed my life، زندگی من رو عوض کرد. خیلی جالبه. Thank you. و من پیش خودم فکر میکنم Oh my God، سرویسی که ما میتونیم بدیم به کالچر خودمون، کالچر ماست، میدونید؟ خیلی جالبه. یعنی اصلا آدم چه حالی میشه دیگه، همه خستگیتون در میاد با یه همچین جمله‌ای. درست. و فرهنگ از کجا؟ یعنی از فروغ فرخزاد تا عطار، یعنی دو تا رینج کاملا مسئله فرهنگ رو دارین. این از کجا به کجا واقعا اینها گفته شده؟ و آیا وقتی که مثلا بعضی از اشعار نو هست که شاید مثلا ترجمه کردنش به یک زبان دیگه برای همه سخته ولی برای شما یا برای اشخاصی راحت تر باشه، آیا وقتی که اشعار عطار رو انجام میدادین به خاطر اینکه شعر نون نیست، آیا در مسئله زبان اون حالت قافیه بندی یا کارهایی که اتفاق میفته در شعر سنتی ایران مشکل برای شما به وجود میآورد یا اینه که فرقی نمیکرد، یعنی همون مهارت خودش استفاده میشد چه عطار باشه چه فروغ فرخزاد در ترجمه؟ سوال خیلی خوبیه. خب بذارین اول شروع کنم بگم که ترجمه فروغ فرخزاد چطور بود که بعد برسیم به عطار. فروغ فرخزاد به فارسی مرکه است ولی همین که میایین ایشون رو ترجمه کنید به انگلیسی میشه کلیشه سیتی. کلیشه اینطوری اگه بخوایم به اون حالت واقعا ترجمه کنید، یعنی کلمه هر جور، یعنی کردن دیگه، مردم تو اینترنت انداختن این ور اونور، ملودراماتیک در میاد یا شاعرانه در نمیاد. برای همین علتی که یک شاعر که به زبان انگلیسی می نویسه باید ترجمه کنه، نه شاعری که به زبان فارسی می نویسه، اینه که به زبان انگلیسی، من به انگلیسی این حرف رو میزنم ولی که نمیدونم چجوری اینو به فارسی بگم. I lend her my poetic language. فارسی چجوری اینو میگید؟ I lend her. من به فروغ فرخزاد زبان شاعری خودم رو دادم به انگلیسی. فروغ فرخزاد که به انگلیسی نمیرسه. برای همین اگر مثلا برگردید نگاه کنید میبینید که در حقیقت فروغ شعله در کنار همه.
تا حدی من نمیگم من دست زدم به کارهایی، ولی هرچی باشه زبان انگلیسی زبان شاعرانه منه که روش هست. من عطار، علتی که کار عطار رو شروع کردم سالها بود دوستان شاعر من به من گفتن تو رو خدا یکی از این شعرهای 12th century 13th century ایران رو ترجمه کن. میگفتم نه من نمیتونم از این کار رو کنم، من دست به این چیزا نمیزنم. بعد دعوت داشتم به دانشگاه سن خوزه که یک لکچر بدم در مورد عطار. من گفتم اوکی، برای اینکه خب میتونستم اون کار عطار، کارشو خیلی دوست داشتم و داشتم چیز میکردم. هر جا نگاه کردم اون ترجمه‌ای که به دل من مینشست پیدا نکردم. ترجمه‌های خوب هستن، نمیگم نیستم، به دل من نمیشست. برداشتم یه تیکه‌های رو برداشتم، خودم ترجمه کردم، روشون کار کردم و مادر ترجمه کردم، یعنی باز با زبان خودم. بهشون قافیه ندادم، بهشون میدونی، برای اینکه هیچ، به نظر من هیچ شعری رو نمیشه ترجمه کرد، باید ریکرییت کرد، دوباره بهش زندگی داد، به تو زبان دیگه که مفهوم، که مفهوم پیدا کنه برای یه ریدری که غیر ایرانیه. مثل یه جوک میمونه، حالا که شعر رو بخوام با جوک مقایسه کنم، ولی شما وقتی یه جوک رو به زبان فارسی میگین، اگه بخواین اون رو لغت به لغت برای آمریکایی ترجمه کنین، اصلا هم تو نگاهتون میکنه. ولی اگه بتونین یه ذره تاچش کنین که اونم با فرهنگش بگیره جوک شما رو، دیدان فانتاستیک جاب. برای اینکه شما هم همین کارو کردین. من تو کتاب فروغ یادم هست با مصاحبه که باهاتون اون سال داشتم، وقتی میخوندم اینو کاملا حس کردم و it's so rightly done. Really congratulations. مرسی. Wonderful job. Yeah. ولی خب میدونی زبان به قول فیلسوفر هامبولت، پروشن فیلسوفر، میگه زبان is a third universe. یک کهکشان سومه، universe، جهان سومیه که بین زندگی و deep internal consciousness and mind وجود داره. برای همین وقتی که ما یه شعری رو از یک زبونی به زبون دیگه میاریم، از این سومین جهان اینجا باید بیاریم به سومین جهان اینجا، سومین یونیورس اینجا. در هر حال من این کار رو اینجا ترجمه کردم و رفتم اینا رو دیلیور کردم و اینا خیلی عاشق این شدن، گفتن نمیشه بعد این شعرها رو بفرستی به پن. فرستادم به پن، برنده جایزه شد. 2014 بود نه؟ مال پن؟ آره، یادم نیست. آره، فکرم توی رزومتون که میخوندم در سپایم بهش جایزه دادن و خیلی فلان و بهمان. بعد از اون ایجنت آمد و ادیترها و همه اینترستد بودن اینا. نورتن خیلی علاقه داشت، یک ادیتر الین میسن، خیلی سطح عاشق لیتریچر ایسترن میدل ایستر، و این رو خیلی سعی کرد این رو بگیره از ایجنت و گفت من این کارو میکنم، این کارو میکنم، بهتون اینو میدم، اینو میدم، ببندینش. گفت اوکی، و واقعا پابلشر عالیه. برای همین حالا برمیگن اینا مادرن ترنسلیشنه، قافیه نداره و در منطقه تیر همش شعره، ولی داستان داره توش. من داستان ها رو برداشتم، یعنی حرف های عطار و پرندگان و اینا همه به صورت شعره، ولی داستان ها، مثل ها به پروزه، ولی پروزش پویتیکه. برای همین وقتی یک نفر امریکایی انگلیسی زبان این کتاب رو برمیداره، اوورولم نمیشه که او مای گاد 300 صفحه پویتری، من چجوری اینو بخونم؟ شعر داستان، شعر داستان، همون جوری که عطار میخواسته به خواننده ها ارائه بده، برای اینکه از انترتینمنت، خودش میگه This is entertainment، ولی ازش یاد بگیری. Beautiful. خیلی زحمت کشیدی. دو سال خیلی پدرم نرامد، ولی it's well worth it. آره it's well worth it، به خصوص الان، حالا که ترامپ، حالا همین رو باستم بگم. ما از هفته گذشته که با شوره جان صحبت میکردیم، راجبی که امروز در برنامه در کنار ما باشن و مهمان ما باشن، همش صحبت از این بود که اوکی دیگه میان و حالا راجب پرزیدنت خانم آمریکا میخوایم صحبت بکنیم، اصلا نطق ستونیمون کور شد. بس اوکی، اصلا دیگه I don't know what to say. آره میدونین چی، امروز اتفاقا من این رو آوردم برای اینکه این رو گذاشتم تو فیسبوکم، یک شعری از حافظ که یوسف گمگشته بازآید ز کنعان،
چند تا خط عالی داره این یک خطشو براتون میخونم. اینو من ترجمه کردم گذاشتم روی فیسبوک که دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دایما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. و واقعا میدونین من صبح بلند شدم، خیلی شب قصه خورده بودم، صبح بلند شدم به خودم گفتم حافظ داره با من حرف میزنه، یه غم نخور بابا میگذره. حافظ به دادت رسید. حافظ به دادم رسید. اینم ترجمه کردم انداختم توی فیسبوک، حالا همه لایک میزنن و شیر میکنن. آره شاید هم همین کار بکنم. خیلی ناراحت بود. آره. ولی به نظر میاد چون حافظ یواش یواش خودش داره میاد دوباره طرف شما، آیا در آینده قراره که تو حافظ هم جوری که شما دوست دارید هر جا ببشه؟ نمیدونم، نمیتونم اینو جواب بدم، برای اینکه من هرچی جلوی دست پیشم میاد من بودم حافظ اومده امروز. آره بگید چجوری میاد خانم. آره خیلی ها حافظو کردن بعدم نکردن، میدونین دلم میخواد فعلا. میدونین من دارم روی نمایشنامه کار میکنم و این نمایشنامه در مورد زنان هستش، در مورد human rights violations against women. اسمش هست شرم، شیم. و این من سالها دارم روش کار میکنم و در مورد یک داستانش، داستان یک خانواده ایرانیه که در لس آنجلس زندگی میکنن و یک ذره پیچیده است که اینا، حالا نمیخوام خیلی داستانشو بگم، ولی یکی از این خانم ها یک دفعه احساس کرده که میخواد با خانم های دیگه باشه. و این یک ذره پرابلم پیش میاره برای اینکه یک آقای ایرانی آمده عاشقش هستش این کارو. ولی این وسط ها داستان شرم در مورد این مسئله به خصوص نیستش، ولی مادر، اون کاراکتر مادر در این داستان خیلی جاهای مختلف رفته و در مورد داستان‌های زن‌ها رو توی این نمایشنامه هی میگه و این دختر از مادره میترسن، فکر میکنن این مادره یک داستان‌هایی رو اگه بدونه خیلی ناراحت میشه و این آقایی هم که اومده هی ثرتن میکنه من به مامانتون میگم. حالا یه ذره این ادیس نمیخواد داستانش پیچیده داره، ولی من سالها سرم روی کار میکنم و حالا یک تئاتری تو نیویورک داره این رو میاره برای استیج ریدینگ که انشالله بره تو پروداکشن بعدش. برای یه ذره بعد روش بعد یه ذره روش بیشتر کار کنم. منتظر از اینکه برادوی شو بشه. ولی فعلا of course. ولی میدونی چیه، فعلا حالا داریم چون کتاب عطار داره مارچ ریلیس میشه، برنامه برای نوروز واقعا به خدا ایرانیا باید این کتاب رو، واقعا دارم میگم ایرانیا، این کتاب رو برای نوروز سفارش بدیم و گیفت بدیم، برای که کالچر ماست که بدونن ما از کجا داریم میام، نه اینجا که ترامپ میگه، میدونیم ما این از اینجا داریم. اتفاقا حالا اینو شما گفتین، من به تازگی، حالا نمیدونم این شانسی بوده کوینسیدنتال بوده، ولی هرچی که بوده با چند نفر آمریکایی تو همین یک ماه گذشته، یک ماه و نیم گذشته و حتی اروپایی صحبت کردم و بلافاصله که متوجه شدن من ایرانی هستم، از تجربیات شیرین خودشون در مورد ایران و حضورشون در ایران سالیان سال پیش چقدر قشنگ بر من داستان تعریف کردن. و حتی یه نفرشون میگفت به تازگی رفته ایران، نه یک بار، چند بار، برای اینکه دوران خوشی که دنیا آمده بوده رو تجربه بکنه. و این آقای آمریکایی اینجا الان صحبت شعر شد، من یاد ایشون افتادم، شعر خیام رو به لافاصله که متوجه شد من ایرانی ام شروع کرد. من اصلا فکر کردم او مای گاد شعر خیام رو حالا بلم نمیکرد، خیلی هم یه بیت و دو بیت گفتم اوکی آی گات ایت آم ایمپرست. ولی این وقت همش به من میگفتش که ریپابلیکن هم دوباره میگم by the way و برگشت به من گفت شما باید خیلی پراود باشی از جایی که میاد، 2500 سال تمدن این آمریکای ما حالا حالا ها کار داره. دقیقا جملهش بود و من I was like wow. و اون وقت این شعر رو گفت و میدونی چی من گفت شاله جان فوجان جان، گفتم شما چطور فارسی رو گرفتی؟ گفت برای که این ادبیات و این اشعار قشنگ زبان شما رو من میخواستم به زبون خودتون بخونم یاد بگیرم، برای همین رفتم زبون رو یاد گرفتم که این اشعار رو
بدونم چی داره میگه. ریپابلیکن بود. ریپابلیکن بود. اینا گفتم که یعنی جست بدونیم. جست این کیس یو ور واندرینگ. نه واقعاً یادت امیزینگ. واقعاً میگی آدم باید اینا رو بدونه و واقعاً اینا رو ادوکییت کنه و بهشون یاد بده. واقعاً ایز ترو و خب یه دشون البته هستن ادوکییتد و علاقه دارن اصلا به کشور ما یا کشورهای که اون طرف هستن. و خیلی جالبه. Coming from them. خب شعر مسئله دیگه اینه که از هر فرهنگی هم که بیای یک جایی انسان بودن ماها رو به هم نزدیک میکنه. یعنی مثلا همون که میگه فروغ، اگر که یک پسر امریکایی که ممکنه توی مزرعه داره کار میکنه یک دفعه فروغ صحبت میکنه باهاش، یه قسمتش خب مسئله فرهنگی ماست، یه قسمتش انسان به انسانه که در اون فضای زیبای کلمات و artistic way of کلمات یک جوری به قلب هم دیگه مینشینه و آدم ها رو نزدیک میکنه و حرفایی که حالا صحبت که الان داشتیم راجع به حافظ میگفتیم یا هر کدوم از اشعار، یک جای این کلمات به هم دیگه و قلب ها به هم دیگه نزدیک میشن که توی صحبت عادی نمیشه. مثلا همون حالتی که موسیقی ممکنه داشته باشه، نقاشی ممکنه داشته باشه، شعر هم از یک جای دیگه ای مثل این که وصل میشه، انسان رو به انسان میبره و در نتیجه اینی که انتخاب شما این بوده که نویسندگی رو اون پویتیک سنس، مثل اون آرتیستیک لیول که در وجود شما هست میاد و خودش رو کنکت میکنه، وصل میکنه به بقیه فرهنگ ها. درونت دو تا فرهنگه و از اون جایگاه باز داره وصل میشه به چندین و چند فرهنگ دیگه. کاملا درسته. یکی از حرفایی که من همیشه میزنم اینه که بین انسان‌ها و کالچرهای مختلف ادبیات، پویتری، آرتس مثل پل میمونه و فقط پل واقعی اینها هستن. پل‌های دیگه کاملا ندارن. و این رو ما باید قبول کنیم و متاسفانه در اندازه کافی اون احترامی که ما باید همه، نه که یعنی همه دنیا باید به ادبیات و به هنر این چیز فرهنگ و اینا بزنن، نمیذارن و باید بدونیم که اینها چیزهای واقعی هستن. الان نگاه کنید از 2000 سال پیش چی مونده؟ فقط شعر و آرت و چیزا مونده دیگه. چی مونده؟ پالیتیشنشون مونده، چه میدونم کی از اونجا مونده، بقالشون مونده، ساختمون هم در قلاغون شده، فقط این هاست که مونده. واقعا واقعا مهمه. و اونهای ماهایی که کسانی که در ایران هستن باید سعی کنن که لیتریچر دنیا رو ارائه بدن و ماهی که اینجا هستیم میتونیم بعد لیتریچر ایران رو به اینجا بیاریم. یه حالت دو طرف هست که میگیم دیگه، ما که اینجا هستیم این فرصت رو داریم، ما معرفی میکنیم، اونا هم که اون برن از اون طرف میتونن یه معرفی دیگه داشته. البته میدونید من و آقای محسن عمادی که شاعر هستند، دانشگاه آیووا ما رو کامیشنمون کرد و به ما یک سال فرصت داد و ما کار والت ویتمن رو به فارسی ترجمه کردیم. واو، دتس نایس. و این در روی وبسایت دانشگاه آیووا هستش. بسیار. یه کلاسی داشتم می‌رفتم و کلاس لندمارک بود. و خیلی جالب بود که این کلاس لندمارک رو اینا فارسیش کرده بودن. من گفتم خب من که انگلیسیشو برداشتم، حالا بشینم اونجا حتما حوصله‌ام سر میره. برای اینکه داشتن انگلیسی، لیدرشون انگلیسی حرف میزد، بعد یک مترجم این طرف همونجا در لحظه این جملهش که تموم میشد شروع میکرد ترجمه کردن، حالا یه پاراگراف به پاراگراف. منم تصور کردم که خب حوصله‌ام سر میره دیگه، حالا فارسی رو که میگه یه ذره میشینم واسه خودم فکر میکنم تا انگلیسیش بیام. باورتون نمیشه که تجربه من کاملا متفاوت. یعنی انگلیسی، این زبان که گفته میشد در یک بعد به خصوصی، این کلمات مینشست روی وجود منو، قلب منو، احساس منو، مغز من. فارسی که اینا رو میگفت دقیقا توی بعد دیگه اینا میومد و انگار یکی از کلاسایی بودش که بیشتر از هر زمانی من تجربه کامل رو ازش داشتم، چون دو زبان بلد بودم، همون متریال با دو زبان مختلف داشت به طرف من میومد و قشنگ قسمت‌های مختلف من رو داشت در بر می‌گرفت. به خاطر همین من فکر می‌کنم اگر که شما ایرانیانی که
دارین برنامه ما رو گوش میدین، مطمئنن اشعار فرود خون خوندین، اشعار عطار رو خوندین، ولی فکر نکنین که چون خوب فارسیش رو خوندم انگلیسیش رو دیگه خب انگلیسی هم بلدم دیگه، اصراری ندارم. ولی این تجربه خود من داشت میگفت که چقدر شما مخصوصا کسانی که اینجا بزرگ شدن، یعنی مثلا مقدار سالیان زیادی ایران بزرگ شدن، با کلام فارسی آشنان، به قلبشون میشینه و این رو به فارسی خوندن، و کسایی که سالیان سال امریکان و بزرگ شدن اینجا، فرهنگشون اینجا بزرگ شده، من مطمئنم که این کتابهایی رو که شما به فارسی و انگلیسی هر دوش رو خوندین یک بود خیلی خیلی متفاوتی رو و متفاوتی رو به وجود دید. بله. و به خصوص جوانای ما که بالاخره اونا بیشترشون فارسی که اصلا می بلد نیستن، برای اونا چقدر جالبه چون به همین شکل با فرهنگ و ادبیات ما آشنا میشن، ضمن اینکه خب دیگه زبان خودشون هم هست و هیچ مشکلی باش ندارن. و ایون حتی بین ایرانیای قربان شما، ولی بین ایرانیای خودمون چند نفر منطق و تیر رو از اول تا آخر خوندن و فهمیدن. خب میدونین اینم مهمه. ولی خیلی من از به افتخار میکنم، افتخار میکنم به کار. من یه چیزی برام جالبه شده جان، شما که اینقدر علاقه من به لیتریچر هستین، ادبیات فارسی رو به قول خودتون که خیلی درستم گفتین، رایت لیست رو گفتین، من خوب میتونم بخونم و متوجه بشم، ولی ممکن تو صحبت به خاطر که تمرین ندارم که درستم همین هست. شما چی شد که از برای من میدونم شما متولد ایران هستین ولی بعد انگلیس درس خوندین و بزرگ شدین، حالا هم که آمریکا زندگی میکنین، چطور شد که اینقدر علاقه من به لیتریچر و ادبیات فارسی شدین؟ زمین اینی که آویسی به انگلیسی هم وقت روش مهارت داریم آشنا. درسته. من 14 سالم که بود از ایران رفتم به ترینیداد، آیلند ترینیداد، اونجا یک های سکول رفتم و بعد رفتم های سکولم رو توی انگلستان تموم کردم و آمدم اونجا. ولی در سن 14 سالگی که از ایران خارج شدم، من سطح دانشگاهی لیتریچر میخوندم. عشق من بود، یعنی بچه های دیگه به چیزهای دیگه علاقه داشتن، از اگر من مامان من برام یه ویترین خریده بود، از این ویترین های چیز بود، مدیسه سفید بود اینا، من تو تمام کتابامو چینده بودم، یعنی گلاس هم داشت، شیشه داشت، قشنگ میدیدم و اینا، علاقه داشتم، عشق من. چی شد که این علاقه در شما؟ دت فارم شما اینجا رسن؟ مثلا مامان بابا شما رو علاقه من کردن؟ نه. تو خانواده ما، خانواده ما خیلی خانواده اهل پروفشناله. الانم اغلب کازینای من همشون یا دکترن یا دنتیستن یا لویرن، همه به من اینجوری نگاه میکنن. ایرانی تو از کجا؟ آره تو از کجا در اومدی؟ اصلا بچه مایی. ولی توی وجودم بود. I can't help it. مثلا معلمی بود که تو بچگی شما رو تشویق کرد. من مثلا خودم یادم هشتم دبیرستان که بودم تو ایران، خوارزمی میرفتم، باید باید دبیرم هم اینجا هستن and I'm very close to her، دبیر ادبیات هم تا اون موقع اصلا علاقه به ادبیات من نباشه، یعنی البته همشه شکلاتبت بودم، ولی از اون بچه باقوشا بودم که بتونه نخونده بیست میگیره، ولی کلاس هشتم و نهم اینقدر این دبیر ما معرکه بودن که منو علاقه من کردن به ادبیات فارسی و من دیگه اون موقع کتاباری که میخوندم فقط برای این نبود که بیست بگیرم برم بیرون، دوست داشتم و همیشه هنوزم بهشون هر جایی میبینمشون بهشون میگم که thanks to you که منو علاقه مند کردین و من میشستم واقعا با علاقه اینو میخوندم، چون میدونم معلمای خوبم خیلی میتونن مشوقین خوب باشن، برای همین پرسیدم. خواستم مثلا تو مدرسه یکی بود که معلمی باشه شما؟ نه اونم نه. من اصلا من بچه 20 نبودم، من بچه 10 و 8 و به غیر از لیتریچر 20 میگرفتم، بقیه رو اصلا نه علاقه داشتم نه بعد همش دوست داشتم بشم داستان بنویسم واسه خودم، تو سر خودم بودم شعر مینوشتم نمایش نمیدم، دیگه این تو جینتون بوده خان دکتر میتونم بگم داستان چون میگم، چون ببین الان که مثلا تو ذهنم وارد خونت شدم یک دفعه دیدم که it's all art یعنی میتونم تجربه کنم که حالت حال و هوای آرتستیک به هر صورت هست، مثل اینکه اون ژن وجود داره، فقط بیشتر رفته به کلمات و از توی بعد کلمات این حالت آرتستیک اومده و البته بسیار زیبام توی آشپزی هم رفته. من باز اینا رو میگم که دعوت بشم برم از آشپزی درست میکنی شاره جان؟ راستش ترکیب خیلی جالبی بود از نمیدونم چی بود ولی خوشمزه بود.
ولی میدونید راستش میدونید چیه؟ من آشپز، من غذا خیلی دوست دارم ولی یادم رفت چی به تو دادم خوردی. ولی من معمولا واسه خودم همیشه یه پات یه چیزی درست میکنم، یعنی دوست دارم چیزای مختلف بریزم، سپایس های مختلف بریزم، شکلات بریزم، یعنی کریتی. آره بعد از مکزیکو از این پنای کلی دارن، از اینها خریدم، they're fantastic. یعنی واقعا اگه میخواین آشپزی کنید، من تو کلی آشپزی کنید، نه توی قابلمه‌های خودم، و واقعا عجب تیستی میده. پس هفته دیگه همه خونه شما من از طرف میشون دعوت میکنم. شوله جان کجا میتونن دوستان ما از کتاب های شما؟ البته اوکی، امازون بهترین جا هستش برای اینکه ارزون تر از همه جا هستش. این سال دیگه در میاد ولی الان پری اوردر بده بدین. The Conference of the Birds Attar translated by Sholeh Wolpe. The Conference of the Birds Wolpe, W-O-L-P-E. درسته. و این هارد ادیشن داره در میاد که گفتی برای مارس تازه میشه، بله. یعنی یعنی در اکسپکت انتظار دارن که هارد کاور چون فرست ادیشنه زود بمیزنه. بعد مال فروغ فرخزاد سین گناه. Selected poems of Foojan Zeine, edited and translated by Sholeh Wolpe. کتاب‌های دیگه هم که سکار سالون و این کتاب اولم بود و کتاب دومم روفتاپس آف تهران بود. روفتاپس آف تهران، این رو هم حتما بریم بگیریم. بعد کیپینگ تایم ویت بلو هایسنس که بیشتر در مورد شروع میشه با زندگی یک زن. بعد این کتاب خیلی I'm so proud of this. این کتاب ادیت کردم نویسنده های مختلف از قبل و از حالا و جایزه برنده جایزه توی امریکا شد، Midwest Book Award، که من اصلا روحم داشت برای که شاعرهای خودمونن اینا جایزه گرفتن. بعد برای اون وقت بعدش این کتاب در اومد که اونا شاعرهای ایرانی بودن، اینها شاعرهای امریکایی هستن. Great job. واقعا مورد افتخار ما هستیم. مرسی از اینکه قبول کردی در کنار ما بودی و خیلی خیلی خوشحالیم که دفعه دیگه زمانی که توی برادوی هستیم و پلی شما در برادوی داریم میره که در کنار ما باشیم و راجع به اون صحبت بکنیم. اگه شما در هندوستان هستید، من تو ژانویه جایپور لیتری فستیوال خواهم. خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنونم از شما. خیلی شما در کنار خودمون. مرسی خانم. مرسی از شما. مرسی از شما عزیزم. مرسی از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. تا هفته دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا حافظ.